توی این سوال معتمدینه مورد بررسی باید قرار بگیره. توی گزینه یک جمع مذکر سالم گفته، گزینه های بعدی هم مذکر جمع سالم، گزینه چهار گفته که مثناست. خب معتمدینه اینه داره، اگه عینه داش میشد مثنا، پس گزینه چهار رو رد میکنیم. بقیه سه تا گزینه گفتن اسم فاعله. توی گزینه یک میگه که فعلش اعتمده است. بله اعتمده، یعتمد و اعتمد اعتماد. گزینه دو هم داره میگه مصدرش اعتماد، پس درست. گزینه سه میگه از فعل تعمده است. ما داریم میگیم از فعل اعتمده است، پس گزینه سه رو رد میکنیم چون اختلاف داریم، یک کدومش درسته دیگه. وقتی بررسی کردیم میگیم اعتمده هستش، گزینه چهار نمیتونه باشه چون این اصلا تشدید داره. بچه‌ها دقت بکنید، ما در کلممون تشدید نداریم. حالا این دوتا رو با هم میخوام قیاس بکنم. گزینه یک میگه مفعوله، گزینه دو میگه حاله. دیگه اصلا به بقیهش هم کاری نداریم. میگردم پیدا میکنم کلممو. وقتی داشتیم ترجمه میکردیم به صورت حال ترجمهش کردیم، درسته؟ پس جوابمون کاملا مشخص شد چون قبلا اصلا تو ترجمهمون بررسیش کرده بودیم. و گزینه یک رو رد میکنیم و پاسخمونو انتخاب میکنیم. چرا بچه ها؟ معتمدینه منم رو داره. از وقتی هم که از ترجمه حذفش بکنیم جملمون به هم نمیریزه. میگه که قرار دادن همه آب را در کوزه. با اعتماد اینجوری فکر میکردن. خب منم داره یعنی چی؟ میمش یعنی مشتقه که بله اولش مو اومده، یکی مونده با آخرش هم ا هستش، پس مشتقه، اسم فاعله. نونش میگه چی؟ میگه نکره است. بله الف و لام نداره دیگه. میمه آخرش هم میگه چی؟ بایستی منصوب باشه. این یه اونون اعداری که داره نشان دهنده منصوب بودنشه. اینه. پس منم رو هم داره. از دو راه ما بررسی کردیم، به حال رسیدیم. پس گزینه دو درسته.